ما خبرهای از عراق اخبار این ساعت را ادامه می‌دهیم. رویتر با انتشار مصاحبه خود با دکتر عیاد اللهی رئیس العراقی گزارش داد سمت شورای ملی سیاست‌های استراتژیک که قرار است عیاد اللهی ریاست آن را به عهده بگیرد به منظور شکستن بن‌بست سیاسی بین فراکسیون‌های سیاسی عراق ایجاد شده است، ولی عیاد اللهی نکاتی در مورد دولت جدید دارد و می‌گوید ما هنوز بحث‌هایی بر سر موضوعات تقسیم قدرت داریم که به زمان نیاز دارد. به گزارش رویتر، عیاد اللهی نسبت به تحریف فرمول تقسیم قدرت و تفویض اختیارات هشدار داد و گفت در این صورت من مطمئن نیستم که یک دولت منسجم بتواند تشکیل شود. رویتر افزود با این حال اللهی در مورد خروج اعضای فراکسیون العراقیه از جلسه پارلمان در هفته گذشته گفت اختلافاتی که در پشت آن وجود داشت اکنون حل و فصل شده است. رویتر افزود شماری از قانونگذاران عراقی گفتند سخنان تند اخیر اللهی در مورد دولت جدید به منظور فشار به نوری مالکی است و انتظار اللهی این است که مالکی با حفظ قولهای خود نخست وزیر شود. علی نصیف جاسم از رهبران العراقیه گفت موضوع شورای ملی سیاستگذاری استراتژیک جدای از توزیع وزارتخانه ها بر اساس آراء هر فراکسیون خواهد بود و حساب جداگانه ای دارد. وی که با خبرگزاری نینای عراق مصاحبه می کرد افسود توزیع وزارتخانه ها و مناصب دولتی به دو شیوه صورت می گیرد، اول بر اساس محاسبه امتیاز و دوم بر اساس توافقات سیاسی. اما شورای ملی سیاستگذاری استراتژیک یک سمت ویژه است که خارج از شیوه محاسبه مناصب بر اساس امتیازات هر فراکسیون است. ریاست شورای ملی سیاستگذاری استراتژیک منحصر به عیاد اللهی رئیس العراقیه می باشد. علی نصیف جاسم گفت تصور او این است که عیاد اللهی با تصدی منصب ریاست شورای ملی سیاستگذاری استراتژیک موافقت خواهد کرد. کمال الساعدی از رهبران لیست دولت قانون لیست نوری مالکی گفت شورای ملی سیاست‌های استراتژیک شامل رؤسای چهارگانه